یه داداش من خودم ختم روزگارم داداش، یه بیا توضیح بدی فلان بدی. آقا همه چشای منی، آقا امیر عزیز دل منی، تاج سر منی، بچه های خوب بیژن عشق منی، آقا جواد چف چشای منی، آقا مهدی قلب منی، داداش همه تو خوش اومدی. میگه سیدی ویسکی برام میگی. ای خدا آقا همین جور چشای منی، آقا قلب منی، من خوبم چشا بیولا، آقا یاسر عشق منی، علی جان خیلی خوش اومدی، آقا مهدی قلب منی، بچه های خوبی از تاج سرم، آقا سید ما از همه اول یه رنگ بودیم فقط به عشق خودت. آقا سعید من آمار تو دارم داداش، میدونم داداش. آقا مهدی یارو دو روز ما لایف نمیذاریم یهو میری آقا یهو رفته تو لایف دشمن ما، داره هی اونجا چاکرم نوکرم میکنه و بعد چهار تا حرف علیه ما میزنه، بعدم وقتی میای رو در به زنگ میزنی یا بهش میگی آقا من فلان، من بیسار، من یه دستی زدم، من فلان، بگو آقا من دنبال فالا میگردم، میخوام مشهور شم دیگه. آقا این حرفا نره، اینو زایه بکنی، اینو خراب بکنی، اینو این کارو بکنی، چهار تا فالا بگیری، داداش اینجوری امتیاز جمع نمیکنه قربونت برم. مردم چش دارن میبینن میفهمن، بعد میان میگن آقا ببین اینی که هر دقیقه رنگ عوض میکنه، حالا تو هر چی تو مخت بیای بگو آقا من فلان، من بیسار، من خواستم رکب بزنم، من خواستم یه دستی بزنم، آقا اینا به کار نمیاد. بعد اینا ثبت میشه تو تاریخ ثبت میشه، اینا تو تاریخ ثبت میشه، بعد فردا بچه‌ت فک و فامیلت ایکس ایگرگ بچه محلت میبینه میگه بابا اینو نگاه کن، امروز اینو گفت، فردا اینو گفت، پس فردا اینو گفت. خب بابا خیته. ما یه روز یه سری ها اومدن بر ما، 5 سال ما با هانی طرف بودیم، بچه محلای ما حرف یه بار نه عکس ما رو استوری کردن، نه بالاخواه ما در اومدن، ما هم هیچی ازش نخواستیم، به روح رسول الله، به قرآن، تا حالا یه بار نشده من زنگ بزنم یکی بگم آقا برو فلان کار رو برا من بکن، نیازی ندارم، نیاز من فقط به خداست. کارشون یه روز گیر کرد، با هانیکونا درگیر شدن، آقا دیدم هر روز تو لایو منن، هر روز چاکرم نوکرم میکنن، هر روز صدقه قربون من میرن، فوش خوار مادر به هانیکونا میدن، آقا امتیاز گرفتن، مشهورتر شدن، نمیدونم فلان شدن. یهو آقا بعد از 2 روز یه مدت دیدیم آیا دوباره با هانیکونا رفیق شدن و فلان شدن، دارن به من فوش خوار مادر میدن. گفتم بابا جان نکنین این کارو، زشته بابا. امروز هم به یه بانوی بسیار محترم میگفتم بودم نکنه ما به مولا تو دهه 50 و 60 گیر کردیم، همه چیزو ایدالیست میخوام. اون موقع که میگو آقا حرف میزن میگو عطار سبیل هم بگیر، خب حرف مرد یکیه، شاید ما الان تو همون دوره گیر کردیم، الان هم اینجوری رنگ عوض میکنه، اینجوری حرف عوض میکنه. آخه زشته بابا. بهشون گفتم بابا به مولا ببین تو چجوری میری سرتو میذاری بغل سر زنت، این بچه فردا بزرگ میشه نمیگه این بابا این فیلمات و کلیپات و دیگه نمیشه فرار کرد ازش، امروز اینو گفتی، 2 ساعت دیگه اینو گفتی، 3 ساعت دیگه اینو گفتی، فرداش اینو گفتی. خب آقا به فرداش نمیگه آقا من ریدم تو هرچی بابایی که دارم، زنت بهت خیانت نمیکنه، میگه مرد من مرد نیست، هر دفعه یه شکل گفته، امروز اینو گفته، فردا اینو گفته. تو میای اینجا میخوای 4 تا فالو جمع بکنی، میای اینجا چاکرم نوکرم میکنی، سربازتم، غلامتم، تاج سری، فدایی دارم. آقا نمیخوام، نه نگو برای من نگو، آقا به والله من نمیخوام، آقا نگو. ولی مواظب امام علی، میدونی چی میگه امام علی؟ میگه آقا باید یه هنجره و گلویی داشته باشی مثل زرافه،
که هر حرفی از دهنت میاد بیرون انقدر بالا پایینش بکنی، این انقدر دراز بشه که آیا ببینیم به نفته، به ضررته، به نفع مردم یا به ضرر مردم، انقدر حلاجی بشه، این بالا پایین بشه تا بیاد توی حرف بزنه. آخه مردم مومن به هر دلیلی که میخواد باشه، تو اگه حقیقت گرا باشی تحت هیچ شرایطی دروغ نمیگی، یه دستی نمیزنی. یه دستی چیه؟ تو راه راست تو برو، حرف صادقانه تو بزن. نمیخواد یه دستی بزنی طرفو، اونی که کجه مشخصا دیر یا زود اصلا به خیلی ها نمیرسه، خودش مشخص میکنه. تاب طاقت کجی، تاب طاقت با راستی رو نداره. نمیخواد یه دستی بزنی تا مثلا فلان بکنی، ولی من میدونم تو حتی یه دستی هم نمیخوای بزنی، تو میخوای فقط دیده بشی. بابا دیده شدن تاوان داره، به جدم رسول الله دیده شدن تاوان داره. اگه هدف نداری، اگه هدف ندارین توی ایران تاوان سنگینی میدین. اگه هدفتو مقدس نباشه تاوان سنگینی میدین. دیده شدن تاوان سنگینی داره در ایران. دیده شدن یعنی نیست شدن. منم نبینین من الان به والله دارم حرف میزنم، من پام برسه به ایران معلوم نیست. بابت همه این حرفام هم هنی جون اصل و جگر طلا جونم باید تاوان سنگین بدم. بابت همه چی، ولی چون من هدف دارم و برای هدفم، چون میدونم مقدسه، معاون دلم و وجدانم و خدای خودم راضیم و با خدای خودم عهد بستم، تاوان همه اینا رو میدم. یعنی اگه تیکتی کم بکنن، تیکتی کم بکنن، هر یه تیکم و یه جای دنیا بذارن، میگم مرگ بر هانیه، مرگ بر آشپزخونه های مواد مخدر شیشه، بابتش تاوان میدم. ولی شماهایی که هدف خاصی ندارین، میخواین به قول معروف سرگرم بشین، یه میاین یه حرفی میزنین پاچوب داره، اون موقع تاوان سنگی میدین، میشه آش نخورده و دهن سوخته. بس نکنین الان، نه یا بیا بگو آقا من سربازتم، من فداییتم. یارو هر روز میومد میگه آقا من سربازتم، جان فداییتم، من فلانتم. به والله من یه روز بهش نگفتم برو این کارو برام من بگو. بچه محل منم، بچه محل منم، دورم نمیرم. اون بچه کونیایی که هانی تیرشون کرده بود 22 ثانیه اومده بودن فلک اول، خب 22 ثانیه فلک اول اومدن یک کلیپ دادن در رفتن. آقا من اینا رو میگیرم، من فلان میکنم. گفتم آقا نگفتم بگیر، نگفتم نگی. گو آقا سه روزه، آقا سه روزه، الان همون موقع تا حالا رفته از دیگه پیام هم نمیده. آقا حرفی که میزنی باید اندازش باشی. بی خود سید آیپوش به شما نمیگه، مردی که اندازه حرفش نباشه ها، زن حلالش بهش حرامه. مردی که اندازه حرفش نباشه، زن حلالش بهش حرامه. نه خط نشون برای مردم بکشین، نه بیان بالاخای کسی در بیای، نه فالا. اگر ببینید چقدر جنبه یه چه کاری رو دارید، در همون راستا باشید. آقا امید فراهانی قلب منی، آقا رسول جفت چشای منی، آقا مجید چشای منی، سلطان داداشم، آقا صمد کرده خیلی خوش اومدی، آقا همه تو خوش اومدی. لذا داداشم من بچه نیستم، من این ریشا رو تو آسیاب سفید نکردم، من خودم یه دنیا رو دارم باش بازی میکنم، باش صحبت میکنم. تو نگاه نکن الان 71 نفر تو لایو منن، این بچه کونیای تیم مفعول هانی کنه، اون اتاق فکر لجن هانی کنه، اگه پشت داستان ترس و وحشتی که سید آبوش تو جونشون ننداخته بود الان 2 میلیون بود، 2 میلیون فالو داشتن.
چون وحشت دارن از صحبتهای من، وحشت دارن نه از زور بازوی من. هزار دفعه هم گفتم نه سن و سالم، نه شکلم، نه قیافم، آقا دیگه نمیخوره به این حرفا، نمیخوره آقا جان. اینا از حرف زدن من میترسن، از آگاه سازی من میترسن، از شفاف سازی من میترسن، نه از زور بازوی من. شماها نمیتونی، اگه میتونی کاریزماشو داری حرف حق بزن، اگه تواناییش داری حرف حق بزن، وگرنه میفتی تو یه وادی مثل داود هزینه لجن، هم دنیا تو هم آخرت تو از دست میدی. هانیکونا یه ماه پیش برین نگاه بکنیم ببین چقدر عقده داره، چقدر عقده داره. روزی که من آوردمش تو لایف تو استانبول بود به والله 366 هزار تا فالو داشت، که من نزدیک 8 ماه 9 ماه پیش فالووراشو فیلم گرفته بودم، از بالا تا پایین همش فیک بود، دونه دونه باز کردم، دونه دونه فالووراشو باز کردم، همش زیرو زیرو به قول معروف صفر 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 صفر، همش فیک. خب همش فیک. خب از اون موقع تا حالا روزی که من آوردمش تو لایو 366 هزار تا بود، بعد کردش 460 و خورده ای، الان بعد کرده 610 تا، امروز رفتم نگاه کردم با یه پیج 710 هزار تا. آخه کنده خار مادر خار کسه بی غیرت. عشق دیدن آخر سر کار دستت میده، نگاه نکن الان 4 نفر به خاطر پول دوره برتن و کله پا میشی، بعد خسارت دنیا و آخره میشی هانی جون. هم دنیا چون خرابه، چون دستت به خون هزاران هزار خانواده مظلوم کثیفه، خب نابودشون کردی، زندگیاشونو نابود کردی، بچه هاشونو معتاد کردی، بیناموز کردی، بچه هاشونو فرستادی، خب آخر سر ببین دامن خودت هم گرفت هانی، بی شرفی ها و بی ناموسی ها دامن خودتو گرفت. بفرستیم براش این حرفای منو گوش بکنه، بی شرفی ها دامن خودت هم گرفت، به حساب ادای پرستوها رو در آوردی رفتی استانبول، عقاب برگردی با داود هزینه برگردی ایران، یه گنجش کونی از آب در اومدی هانی، ناموس رو تم پیش داود هزینه جا گذاشتی. ادعا چی میشه؟ اینجوری باید تاوان بدی، معذرت ما به جاکشی و کسکشی میافتی. حالا تو برو هی 50,000 تا 100,000 تا به فالوورات اضافه بکن، وقتی هدفت مقدس نباشه عاقبتت بیشرفیه، عاقبتت نیست شدنه. دوباره یه روزی از همین روزا، خب نه دیر نه نزدیک نه دور، حالا ببین که خدا مقرر کرده برات، یه شاپور دیگه برات اتفاق میفته هانی جون، یه خیابون شاپور، یه آب معجون دیگه به دعوت میکنن، خب یه جایی میفتی. تو اینقدر غیرت داری، تو غیرت داری، تو هانی بفرستیم براش بیاد اینا رو ببینه، اینا که من الان میخوام بذارم برای هانی کونا. خب غیرت داری تو، بفرستین لایو منو براش بفرستین بیاد ببینه چجوری تو غیرتت. اگه ببین عاقبت دیده شدن، عشق دیده شدن بدون هدفه، میشی هانی. بس نه یا امروز بیا برای من چاکرم نوکرم بکن، فردا بری تو لایو دشمنم برای اون چاکرم نوکرم بکنی به من فوش بدی. من بچه نیستم با 4 تا لفظ تو گول بخورم. بعد بیا به من بگی میخوام کلاه سرزرز بذارم، نفهمه بیشعوره. خب برای هانی بفرستیم بیاد،
آقای پرستو که قرار بود عقاب بره استانبول با داوود هزینه برگرده ایران، یک گنجیش که کفونی از آب در اومد، ناموسش هم اونجا جا گذاشت. ناموسش رو پیش کی گذاشت؟ سلام، پیش اینا گذاشت. مرسی، ممنونم. شما خوبی؟ صحبت ما رو شنیدی قشنگ؟ بله. الان جایزت چیه؟ خب اول شما بگو صورتیه یا مشکیه؟ نه مال من صورتیه. اگه صورتی باشه 2 میلیون جایزه میبری. واقعا؟ به خدا قسم 2 میلیون جایزه میبری. روم بگیر. خب دیگه. بیا این داوود هزینه است. داوود هانی کنا با داداشش، تو ناموس تا پیش اینا بردی. آقا وایستا بتونی از شرکت کننده ها بکنی، هر کی فکر کنه این نوکش قهوه یه قلب آبی بذاره، هر کی هم فکر کنه، هر کی هم فکر کنه یه قلب قرمز بذاره، بس من بیام تو همون نون قشنگ بخوره. به خدا قهوه‌ای بود بابا، صورتیه. بیا بابا همه نگاه کن دارن دایرکت میدن قهوه‌ایه. هانی کنا تو ناموس تا پیش اینا بردی، برای دیده شدن کیف میکردی، بال داود از اینا لایف میذاشتی میگفتی شد 1000 تا، شد 1200 تا. خب تو ناموس تو پیش اینا بردی، پرستو. خب بفرمو. سلام، شما خوبی؟ این وایس هم بهش بده، کیر تو کس زن رهبر، کیرم تو عمامه رهبر، کیرم دست چلاغش، کیرم تو کس زنت، اینو به این پسره بده، کیرم تو کس اون آبجید. ببین بهش بگی چی بگو، بگو صبح شنیدی؟ این وایس هم بهش بده، کیر تو کس زن رهبر، کیرم تو عمامه رهبر، کیرم دست چلاغش، کیرم تو کس زنت، اینو به این پسره بده، کیرم تو کس اون آبجید. ببین بهش بگی چی بگو، بگو صبح میناموس ادای پرستوها رو برای من در میاری؟ آه؟ اینی که به خدا، به پیغمبر، به ترکا، به کردا، به همه فوش داده. خب ادعای چی بیت میشه؟ تو لاتی؟ با قول خودتون برای از لاتی تفسیر میکنی، یعنی ناموس پرستی، غیرت، مردانگی. کجات به لاتی میخوره؟ بعد 4 تا کونی از خودت کونی تر بلند میشن میان بالاخواه تو در میان. به رهبرت داره فوش میده، به ترکا داره فوش میده، به کردا فوش داره میده، ناموس ایرانی رو لخ میکنه، سینهش نشون میده، بعدش میگه 2 میلیون بد میدم. خب بعد تو بلند میشی میری 2 ماه 3 ماه ناموس رو بر میداری میبری اونجا، بعد من سعید آیپوش بلند میشم تو واتساپ بهت زنگ میزنم، علنی هم بهت نمیگم، تو واتساپ بهت زنگ میزنم میگم حیا نمیکنی، چرا برای خودت این حرفا رو در میاری؟ ناموست بچه معلم هاست، بر میگردی زنگ میزنی فش میدی، تهدید میکنی، قرار دعوا بذار، چونی تو مال قرار دعوایی هنی کنا. آقا حسن یزدانی قلب منی، تو مالت قرار دعوایی، چونی با من قرار دعوا میذاری؟ کسکش؟ یه آدم بی غیرتی هستی، یه آدم بی شرفی هستی. بعد میگه قرار دعوا، اینور میگه قرار دعوا بذار، میخوام بزنم، اینور میگه یه
هارت از فیلمات جمع کردم، پر کردم، وکیلم گرفتم. تو دعوایی؟ بعد میری اونجا ادای پرستوها رو در میاری، نکنه میخواستی منو بیاری اونجا، نکنه میخواستی منو بکشونی، چون کش من بخوام هر لحظه بخوام از فرودگاه امام وارد میشم. خاکتم آقای عزمی بی غیرت. حالا من این حرفا رو زدم برای اونایی که هدف خاصی نداره. آقا میخوای شنونده باش، شنونده باش، ولی برای من نه یا چاکرم، نوکرم، سربازتم، غلامتم، نمیدونم فداییتم. خب بیا اینجا چهار نفر ببیننت، امتیاز بگیری، دو روز من نباشم بری تو لایو ایکس اکی رو خواهی اون بری بالا، معذرت میخوام. خب داداش برای هر حرفت باید تاوان بدی، همونجوری که من به بچه معلم بهشون گفتم، گفتم برای حرفاتون فردا باید جوابگوی زن بچه‌تون باشین. بچه‌تون بزرگ میشه ازتون میخواد، میگه بابای من این بود، بابای من هر دفعه یه حرف میزد فرداش یه جور دیگه حرف میزد. یا زنت که سرشو میذاری بغله سرش، میگه مرد من اینه. هر دفعه یه شکل عوض میکنه. خاک تو سر کسی که از هانیکونا بترسه. اونی که از هانیکونا بترسه کونش گاییه. چون هانیکونا هیچی نداره جز اینی که آمار گهکاری شما رو داره، آمار آشپزخونه های مواد مخدر شما رو داره، نقطه ضعفاتون رو داره. شما دو دستی بهش دادین. آقا ادیب، آقا میسم قلب منی، آقا یزدانی، آقا اشکان، آقا بابک، عشق من، این جفت چشای من، این همه تو خوش اومدی. دیده شدن مساوی با نیست شدنه. اگه هدف مقدسی نداری آقا نیا بیا چارتایی بیا به خاطر چهار نفر ببیننت، خب فالو جمع بکنی، نمیدونم بشناسنت، تاوان داره. همون جوری که هانیکونا تاوان داد و خواهد داد و خیلی کسای دیگه تاوان دادن. لاول اگه تاوان میدین سر کلمه حق تاوان میدین. مثل حججی ها هدف داشت، هدف مقدس داشت، از مرز خارج شد، رفت به خاطر به خاطر ناموسش، به خاطر وطنش، به خاطر دینش، به خاطر مذهبش رفت، سرش هم داد. ولی الکی نیا اینجا خودتو تو چش بندازی به خاطر که چهار تا فالوت بیان چاکرن نکن. به والله جیباشینو بگردی پول نون شبم ندارن. هیچ کاری هم برات نمیکنن. اگه میبینی ما از چهار نفرم داریم تعریف میکنیم، خدا وکیلی داریم قلقلکشو میدیم که بیان سر راه راست. من با خلافشون اصلا میانه خوبی ندارم، خلاف و خلافکاریشون رو تایید نمیکنم، ولی جنبشون رو میخوام، جنبشون رو میخوام تحریک کنم بیان سر راه راست، بیان تو راه راست این راه رو ببرن، به کار ببرن.
قلب منه داداش منه، خدا رحمت بکنه بچه ملاها خوبم، آقا اسخر خارجی رو، آقا منصور یخی رو، آقا شهرام گلگی رو، آقا احمد آجنگ رو، آرزا لویی رو، آقا قدی رو، آقا سمیر رو، بلا عرب رو، آقا همه اینا که من باشون زندگی کردم خدا وکیلی همه شو خلاف کارن. اگه من روح شادی میفرستن چه حتی اونایی هم که زندن سلام و چاکرم علیک میکنم، من با خلافشون کاری ندارم. من دارم ذهن و قلبشون رو تقویت میکنم، میگم این شجاعتو به جایی که ببرین تو مسیر خلاف، ببرین تو مسیر صحیح ازش استفاده بکنین. نشید مثل هانیکونا که بیاد بچه های مردم رو معتاد بکنه، شیر بکنه بچه های مردم رو، بهشون مواد بده مواد بفروشن، بی ناموسی بکنن، ناموسای مردم و دخترای مردم رو شیر بکنه، ها انباری بزنن ببرن استانبول بده دست داود هزینه بفروشن، اونورم خودشونو ببره تو خونه های ترکیه بفروشه، جنده خونه های ترکیه بفروشه. میگم جنم داری، غیرتی، دل و جیگر داری، ببرش تو راه صحیح. اسمت واقعا اون موقع اگه هم دیده بشی، اگه هم شناخته هم بشی، تو تاریخ ثبت میشی، میشی یکی مثل حججی. هر بیجی مالک شار جفت چشای من. آقا زیاد حرف زدم اول لایف، یس سام اسپات 17 سالمه تهران، عشق منین. یارو میاد میگه من سلطان تکرار نشدنی آواوران ایران هانیکونام، بعد میره با داود هزینه بالا پایین میکنه. یارو 6 متر سیبیلتر هم من بزرگتر داره و لاتی حرف میزنه، بعد میدونی رقاصه. خب اون بچه 6-7 ساله که تو رو نگاه میکنه فکر میکنه واقعا پهلوانی و لاتی یعنی این. تو داری بدآموزی میکنی به نسلهای جدید. آقا همه تون خوش اومدین، تک تکتون خوش اومدین، جفت چشای منین. دیگه حالا هرچی هر کی رو گفتم میگه سر حرفو بنداز صاحبش ور میداره. آقا بسم الله چایی ویسکی نمیگونم چایی ها ویسکی یه ذره بخندی بین. اون بچه کونی تو طویله اونور مرزم نشسته همین هانیکونا یادش داده دیگه، میگه سید آقایگوش عراقیه. خارکوسه تو بغل مرز نشستی، بغل یعنی آبس به قول خودت 35 کیلومتر تا سردشته. خب شب تا صبح به قول خودت با ایرانیا داری و عشق وحید مرادی و بهروز آجیلو خفت کرده. خب فارسی بلد نیستی حرف بزنیم، یه ایریق با پینیر میخورم وی اسکی میخورم. خواهر مادر کنی من 30 سال تو اروپا هم فارسی بسته بهتره، چجور من عراقی هم. خدا بچه های دولت آباد قلب بکنم وی اسکی میخورم، عرق با پینیر میخورم. خالو قیس باهش غیرت من اگه عراقی هم باشه غیرت من عراقی حتی بیشتره. کنده خوار مادر هانی کلا تو
تو میری با داوود هزینه میپری بالا پایی میکنی، ناموستو میبری. خب بهتون نشون دادم دیگه. خب من میگم نکنین. آرام کن، ویسکی نخور، چای با کاکاو بخور. کاکاو ویسکی خوب نیست، کاکاو خوبه. از اینا آخر، از اینا، از اینا، از اینا، از اینا آخر، از اینا، از اینا، از اینا. اکسترا درک چکلات، اکسترا درک چکلات. از اینا آخر، ویسکی نخور. آقا عدیب قلب منی داداش، آقا عدیب با من زندگی کرده داداش، میدونه من کیم. هر بیشی کرد کردستان، بیشی گیلان. والا ویسکی بابا چایی بخور، ویسکی نگر، ویسکی. تنها جون منکون کردستان عراق و خودم هزار تا بدبختی که کشیدیم. همون شیشه، شیشه میکشه به والا. تازگی ها دیگه نمیتونه رفت یه بطری کپی خرید، هوارد نشون داد. خب اینجوری نشون داد. الان این سوس ها، آقا این سوس فردا نگین، آقا این سوس فلفل فردا نگه سید و اسکی میخواه. ای بهش تیکه انداختیم، گفتیم و اسکی نامه، و اسکی کپی، و اسکی. آقا فردا شما یه بطری کپی خریده بود، اینقدر شما چیز کرده بود، بعد اینو نشون میداد، بعد آبجو میگفت به سلامتی، یه آبجو سوزنیمون در سر. خب بعد دوباره برگشت، یه چند روز ما بیخیال شدیم، برگشت دوباره اینجوری صدای بطری آب معدنیه می اومده اون پایین، نشون نمیداد. بعد میرخت آب رنگ و میرخت تو استکان، اینجوری من میگم به سلامتی ویسکی میخورم، ویسکی، ویسکی. صدای بطریه می اومد. آقا یا این صدای شیشه، اینم صدا، او پایین دورمی صداش می اومد میرخت تو لیوان. بعد اینجوری استکان نشون میداد، میگو ویسکی میخورم، ویسکی. بعد چهار تا کس خون مثل ایکس و ایگرگ میرن تو لایوش، میگه سلطان. یکی براش رفته بود نوشته بود سلطان، سلطان آرام کنو. ویسکی کیلو چنده؟ نوشته بود ویسکی کیلو چنده تو کردستان عراق. بابا این ما رو کشی پسر. میگه الو الو آی تی تی آر اچ آل چیه جونم؟ آخش آرام کنه، کاکاو بخور. فردا نگیم تو یا که آه کاکاو اداره ای علی وشق منه، وشقی بخوریم. اما اوپا ما مثل تهران خراب شده، گرانی است. بله آقا شاید چشنگ هنی میگه سه داستان آبی پوشیدن چیه؟ داداش والا به پیر، به پیغمبر، ما یه پیرن آبی داشتیم، آبی رو هم دوست داری. نیوز اومدیم، خواستیم نخواستیم اسم حقیقیمونو بگیم، دنبال اسم و رسم هم نبودیم، بودیم آقا چی اسم بذاریم؟ ها؟ اسم حقیقه اونم گفتیم سید آبی پوش. و سلام، نامه تمام.
اینه بود داستان داداش. شاید باشه اینجا من این عکس را داشته باشم به شما نشان بدم. خب امروز یه عکسی برای من فرسته به جان خودم نگاه کنی، اینجا نگاه کنی، حکایت خیلی از اینایی که عشق مجازی دارن اینو نگاه کنی. میگه در کشور گینه قبیله هایی هستند که معتقدن با تجاوز به شیر بارون میباره. توی این منطقه روزانه شیرها 5 بار توسط مردان قبیله مورد تجاوز قرار میگیرن. یعنی سلطان جنگل هم که باشی با مذهب و اعتقادات چونت میزنن. یه حکایت هنیکولاس. هایی جون سلطان هم از این کونت میزن. ای خدا، ای خدا دست این هنی کلا چون. تو از شهر غریب بی نشونی اومدی، تو با اسب سفیده همزمونی اومدی، تو از را میرسی هنی چون. اینم هنی چونه. اینم هنی کنی چون هنی چون هنی چون اصل بلو چگر تلا چون. آره اینم از این، اینم از این، اینم از این، اینم از این. شیرکور به این میگن ها، به این میگن شیرکور، به این میگن سلطان سید آقای بوده. هنی چون این کیه؟ سید آقای پوشه. سی سانتی رنا گیان خیلی خوش اومدی. بذار اون عکسه که گفتن با مثلا میگفتن سید آقای بوش. خدایی نگاه کن. آه 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 هنی چون. هنی جون یه ذره نگاه کن سید آقای پوش ها 55 سالشه 30 سانتی. هنی چون دیگه از اون اولش بگی آقا نگاه کن شروال پلنگی، نگاه کن لالاز شروال پلنگی داره. آقا ما این ماله حکایت شیره رو دیدیم یه جورای دیگه. میگه وقتی با گرگه ها میرخصی نباید از دریده شدن بترسی. ساده بودن شما گرگه های درون دیگران را بیدار میکند. ای جان
اینم هنی کنه چون اصل والو چیگر تلا چون هنی چون اهلو خدا اینجا میشناسین این که با من عکس داره ایوالا آقا خسرویه این میشناسین خدا بیامرز اون اکثر نمیدونم ببینم کجا میشه پیداش کرد نیستش در صد عشق من این آقا جمال همه تونه عشقه وجودتونه عشقه خالص سفر و ابر خیلی خوش اومدی وای اسکی بخونی میگه چند تا گوشی داری اروپا حال میده زیاد گوشی دارم داداش آقا احسان نظری قلب منی علی آقا رنا یا قلب منی و بان چاو میگه امور گیان جونه کردی قصیه بکه و بان چاو گیان دلومی خوازی بیارم اتا بان وردی کردی قصیه بکه من دوست دیری بیار اتا بان که کرده با بیارم اتا بان وردی قصیه بکه هی برزی 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 شان و سری ترزی دستم بو بو درزی عشق 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 بله ماشاءالله من فکر کردم داداش ارزون نمیدم دل به کسی من آسون نمیشم یار کسی من ارزون نمیدم دل به کسی من آسون نمیشم یار کسی من مغرورترین عاشق شهرم من خودم با هم غرم نوازشم کن نوازشم کن اگه دوستم داری تو خواهشم کن اگه دوستم داری تو خواهشم کن اوکی عزیزم رنا گیان جارت دارم عمری و تنگی کردم آقا مهدی بچه های خوبی هست سید جواب نمیدیم اگر هنیم آقا فروش ها چرا دستگیرش نمی کنم سوالی پنج سال ما داریم تر میکنیم منم مثل تو منتظر جوابم آقا وعید منصوری چشم منی بچه های خوب مرامی قلب منی رنا قلب منی سلام حسین روز بقیه دوستان گرامی آقا علی رضا قلب منی آقا منصوری ممنونتم آقا منصوری فدات باشم آقا میسرم کرد والا عمری باشه آقا روز به عمری باشه ما هم وقت ما برسه با قول معروف ما هم ایران هم میایم
دشمنت خاکت باشه. آقا حاج حسین کیانی قلب منی، خیلی خوش اومدی. آقا ابراهیم پور عمو حیفظ، والا دارم سعی میکنم سیگار رو ترک کنم، در صددم سیگار رو ترک کنم، والا انشالله بتونم نتونم. انگور بخوریم آرام کنا، انگور بخورم ویسکی نخورم. آقا عباد جهانی، آقا میسم کردوی شیر میگه سلامتی استاد لغمان نیست. میگه عمو جان حال میکنی؟ من چجور طرفدار سرسختی هم، عشق منی تو، وجود تلاس. میگه جریان چیه؟ کام سنگی میگیری دادش، بهتر از اینی که اسکی بخوری. بله فدات بشم استاد. آقا محمود قلب منی، آقا هادی پرچم کرده خال آسمونه، هنین چیون نوشته سید یه جون بگو چیون. نه ایران اتفاقا خیلی خوبه داداش من، نگو ایران به در نخوره، ایران خیلی هم خوبه. یاسر، سامان، بختیار یا قلب منن، پرچم ترکام خال آسمون، آقا سالار. آقا همه تو خوش اومدی، چشی چال من این، ما هم میخوایم شما رو استاد لغم. وای اسکی میخواه با استاد لغمان. بچه های ملک شایی تایفه خزل هگیان منن، خوارزالل عزیزم، یاسر عزیز چاو منی، سر برو زهاب تاج سرن. سید هرکی شناسنامهش پر کمرش هست، هرچی بزرگ فتوای شمار میده رو پدر مادر بزرگوار چارد، مادر همه هانی رو همه میشناسن. شاوت خوش عزیزم، دو چه خدا واردت. ایران عزیز ممنونم، رو پدر مادر شما هم شاد. آقا سید گل خسته نباشی، زحمت میکشید، به خدا ماشاءالله ماشاءالله. اسماعیل زاده از اصفهان قلب منی، آقا اسماعیل زاده. سید استاد لغمان پین کن. بذار خدا آرام کلا تعریف کنه استاد لغمان کیه. ماشاءالله ماشاءالله به همتون. خب دوستای عزیز من، فدای ادبتون بشم، من دوستتون دارم. داداش یکی اونجا خالکوبی کرده دیگه، عشق من این همه تو. آقا مهتی نوشته میلاد پلنگ، درود درود. صابر میگه نرو، دوباره زنگ زدم جواب ندادی. شاین کینگ نشدینم، نه داداش یه پیام بده، داداش یه پیام خوب بده بنویس داداش، شماره هم زیر کلیپ هم هست. شاین جان بچه های کودش چشم چال منن، قلب منن. آقا مسلم عزیز بی همگان به سر شود،
بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی رود. دلم اگر به دست تو به نیزه نشان شود، برای زخم نیزد سینه سپر نمی شود. عشق منه، عشق عشق عشق. علی آقا ممنونم، انشالله هممون مردان خدا باشیم، زنان شیر زنانون. شاهین جان غلامتم. ویسکی میونه این همه کوچه که به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما، کوچه بن‌بسته، دیوار کاگلی یه باغ خشک که پر از شعرهای یادگاریه، مونده بین ما اون رود بزرگ که همیشه مثل بودن جاریه. صدای رود بزرگ همیشه تو گوش ماست، اون صدا لالایی خواب خوب بچه هاست. توی این کوچه به دنیا اومدی، توی این کوچه داریم پا میگیریم، یه روزم مثل پدر بزرگ باید تو همین کوچه بن‌بست بمیریم. اما ما عاشق رودیم مگه نه، نمیتونیم پشت دیوار بمونیم، ما یه عمر تشنه بودیم مگه نه، نمیتونیم آینه ی حسرت بخونیم. یک دقیقه و 30 ثانیه مونده لایف تموم بشه. عشق من این یه تو کوچه بومبز ویسکی بخوریم. عشق من این، دوستتون دارم. جاتون تو قلب سیدای پوشه، سربلندی خودتون و خانواده هاتون رو از خدا میخوام. پرچم حق همیشه بالاست. مثل همیشه گفتم اگه صحبت از پلشتا میکنیم مثل هنیکونا، که خوبای ما تو دامشون نیافتن. عشق من این، دوستتون دارم. در پناه خدا باشین. 55 ثانیه مونده لایو هم تموم شه. در پناه خدا باشی. هادی جان غلامتم داداش، بچه خوب مرکه. یا علی مدد، شب بخیر.